واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پرت عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره. گریه میکردم در رو که میبست، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخواد بشه باور من که دیگه نمیاد انگار. توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره. گریه میکردم در رو که میبست، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه. خیلی خیلی خوش اومدید. به افتخار ستاره موسیقی پاپمون مرتضی پاشایی. مرتضی یعنی پسندیده و خیلی من میپسندمت، عاشقتم. ما خوشحالیم که من صحبت خواهش میکنم. بگو با میکروفون صحبت کن، میکروفون بیا بالا. بله، من اجازه بدید که اولی سلامی عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که تو این لحظات خیلی خاص و سرنوشت‌ساز در واقع در خدمت مردم هستم و همچنین در کنار شما. با افتخار مرسی. واسه منم همینطور. من چیزی بگم؟ بگو. پس من اولین هدیه‌مو چیه؟ ببین برام دعوانش. این یه گندمه از طرف کودکان محک، تقدیم می‌کنم به مرتضی پاشایی عزیز. سر سفره هفت سینتون بذارین، امیدوارم که برکت سالتون زیاد شه. این هم خدمت شما. این کلا هدیه برنامه فرزاد حسنیه از طرف بچه‌های محک. این هم خدمت خانومتون. من میتونم مال خودم بذارم دم سفره هفت سین. بله مرتضی شون چقدر گندم انتخاب از طرف کودکان مبتلا به سرطان محک. خیلی خدا شم، خیلی متشکرم. بقیه دوستان خیلی ممنون. بذار عام محکم معلوم باشه، اینو بذارم این گوشه، اشکال نداره. میبوسمت. قربونت. سال خوبی داشته باشیم ان شاءالله که هزار سال. خیلی خوشحال شدم. فدات شم. خیلی خوشحال شدم. قربونت ان شاءالله سال سلامتی داشته باشیم. به افتخار میلاد کیمرام. از همین کوچولوی ریلم اونجا هستش، مثل همیشه بپر دیگه. ما اینجا رو ریل گذاری کردیم. بعضا ریل گذاری میکنه، ما ریل گذاری. ان شاء الله که برنامه‌تون همینجوری با انرژی خوب ادامه بده. الهی فداش. به افتخار میلاد کیمرام عزیز. متشکرم. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدی. قربونتون برم، مرسی. بیننده‌های من انقدر با صدای گرم تو آشنا هستن که گاهی وقتا
آدم میخواد معرفی بکنه احساس میکنه یه چیز واضحی رو مثلا داره گل نشون میده میگه گل این و فکر میکنم کار بسیار بسیار سختی هستش. زنده بشی. من همیشه گفتیم افتخار میکنیم که قبل از اینکه حالا طرفدار اجرت هستیم یه دوست خوب مثل شما داریم. الهی فدات شم هستم. من که خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم. خیلی لطف کردی. یکی از بهترین خاطرات سال گذشته من شایی بود که تو کنسرت شما اومدیم. بله بله. ما تازه ازدواج کرده بودیم و اومدیم تو کنسرت مرتضی پاشایی و اون شب خیلی خوشگل واسمون رقم زدی. در مورد سال سخت 92 بگو. آسون یا سخت؟ من احساس می‌کنم با توجه به فاصله که مرتضی دارم احساس می‌کنم سال سخت. بله سال به من همیشه با بچه‌ها که صحبت می‌کنم میگم که کلا امسال سال عجیبی بود. یعنی هم اتفاقات خیلی حالا برای خودم اتفاقات خیلی خوب افتاد خیلی حالا بعد که نه ولی اتفاقات عجیبی افتاد. یعنی برای اینکه برای خدا رو شکر همه چی در نهایت من فکر می‌کنم که خوب بود و خدا رو شکر راضیم. ما اجراها رو داریم انجام میدیم و همه چی سر حال و خوب. تو الان درست درمون هستی که ان شاء الله؟ بله ما یه چند وقت پیش 4-5 ماه پیش بود که یه عمل جراحی انجام دادیم رو معده و اینکه عمل سنگینی بود. یه سری مراحل درمانی داشت و اینکه یه مقدار شایعات بیشتر شد گفتن تو کما رفتم اینا ولی خب نه. من اس ام اس دادن در مورد 100 تا کوه بینمون دور از جون در زمینه حالا که بچه‌ها میدونن دیگه. همون موقع من زنگ زدم حالم بد شد بعد نمیدونم این شوخی از کجا باب میشه و چه جوری میگن. وضعیتش الان خوبه دیگه ان شاء الله. الان خدا رو شکر داریم اجرا تو چه مرحله درمانی هستی مرتضی؟ الان مراحل داره تهی میشه خدا رو شکر. حالا پزشکم همه چی گفته رو به راه و بعد این مرحله تموم که بشه دیگه. الان تو شیمی درمانی هستی؟ الان دیگه حالا مرحله آخرش هستش که دیگه. آره شو گفتم این کلاهم که مرتضی گذاشته حالا به خاطر همین مرحله‌ای که داره تهی میکنه. معذرت قول میگیرم که تا لحظه تحویلم با ما باشی. نمیخوای بری که جایی که با ما هستی؟ ما پگه پروازی داریم برای حالا ما سعی میکنیم که نگرت داریم یه خورده بیشتر با صحبت بکنیم. خانم اینام داریم در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم یه بحثمون چون ما ها رفاقت قدیمی بله. داریم و این حرفا جای محمد علیزاده خالی جای بله. میلاد ترابی سبز میلاد به ما خواهد پیوست. فقط اینو بگم که مطمئنن کسایی که رفیق مشترک ما هستن و بیننده ها خیلی منتظر بودن که کنار من و مرتضی محمد علیزاده رو ببینن. یه خورده نمیخوام کسی رو نگران بکنم محمد چشش خورده چر کرده الان که دارم با شما صحبت میکنم. محمد علیزاده داره صدای من رو میشنوه. عفونت هم چیز خاصی نیست. حالا امکان داره به حاج آقا اینا به مامان بابا نگفته باشه من میگم چیز خاصی نیست. من در جریان هستم. فقط به گونه ای هستش که راحت نبود که تو برنامه ما بیاد اما امشب از محمد علیزاده هم کلیپ میخوام پخش بکنم به بهترین شکل ممکن و ان شاءالله حالش هم خوب بشه. بعد حالا تو این هیری ویری به من اس ام اس زده من چیکار کنم؟ گفتم خب برنامه ام نگاه کن. من نمیتونم نگاه کنم. من میتونم صدای تو رو بشنوم. واقعا کار سختیه اونم برای محمد که انرژی داره واقعا. آره اینقدر به همه جا نگاه میکنه سختی این مدت نگاه نکنه به جایی. جناب خانم آشنا چه کار میخواد بکنی؟ میفرمایند که واسه فیلم سینمایی بریم. خب همین دیگه شما کیو رو گرفتین گفتن که من سعی میکنم مرتضی رو پیش خودم نگه دارم اگر لطفا چون به پروازش نمیخوره مطمئنه نگه داری؟ پروازو نگه میدارم مرتضی نگه پروازو نگه بلیتش دست توه. کجا میخواد تیاره بره؟ بلیت والا دست اون بچهای خب من فقط نکته رو بگم فیلم سینمایی ضد گوله مصطفی کیایی با بازی شاهکار کرامتی و مهدی هاشمی رو ببینید. بعد فیلم سینمایی برمیگردیم و مهمان‌های عجیب غریبی خواهیم داشت که در زیر فیلم سینمایی زیرنویس خواهد شد. زیرنویس یک بار به درد شبکه دو خورد.